سلام، خسته نباشید آقای جهانی. خوشحالیم که در خدمتون هستیم. شیر گیلان این روزا در چه حاله؟ منم خدمت شما و همه بینندگان سلام عرض میکنم و خیلی ممنون که به هر حال قبول زحمت فرمودین، تشریف آوردن زلی، ما را خوشحال کردید. از این بابت که در فکر پیشکسوتا هستی، من باید خیلی از شما تشکر. آقا ما با شیر گیلان، با لقب شیر گیلان شروع کردیم. سوال اولم اینه که این لقب از کجا میاد؟ خب این لقب رو نهایتا من یادمه که کیهان وردیشی به ما داده بود، بعد یه عکسی از ما زده بود به صورت کاریکاتور، بعد گفت که قیافه غفور از نزدیک عین شیره، که همون موقع دیگه از اون بعد معروف شدیم به شیر گیلان. شما آقای جهانی تو شروع فوتبالتون مثل اینکه پدرتون مخالف بازی کردنتون بود، چطور راهتون به فوتبال خورد؟ خب ما یه محله زندگی میکردیم که محله نویر و کولویر میگفتن بهشون، که خدا بیاموزه سیر غایران هم از همون چیز بود، محله بود. ما یه زمین فوتبال بسیار خوبی داشتیم اونجا که بچه ها دینه از 8-9 سالگی دیگه اونجا دور هم جمع می شدیم و فوتبال بازی می کردیم و از اون تو همون زمین شاید 10 تا بازیکن بیشتر به تیم ملوان دادیم. اون موقعی که در ملوان همه بازیکن های بسیار خوبی بودن و الان من اسم نمیبرم، امکان داره مثلا بعضی از الان بیفتن و ناراحت بشن. بعد یه محله بود که فوتبال خیز. خب پدر ما در فکر این بود که ما درس بخونیم، منتها اون موقع خونه ها به صورت آپارتمان اینطوری نبود، اینجا خونه هر 20 متر یه خونه بود، هم یه خونه های فکستانی و قدیمی و دورش هم به از اون نیه ها بود که ما میگفتیم چپر. ما برحال میخواستیم بریم، این ساکمکر خوارم خوار بزرگ ما جمع میکرد، از اون پشت بالا مینداخت، ما برحال میگرفتیم میرفتیم دنبال تمرین و واقعا هم تمرین میکردیم، کار میکردیم و تمرین. انزلی چیا یکی از خاص‌ترین هواداره فوتبال هن. این شور هواداره از کجا میاد؟ برحال شما جز اولین های باشگاه ملوان، این هواداره جز خاص‌ترین هواداره فوتبال ایران. خب ببینید، ملوان تنها شهریه که فقط عشق ملوان دارن. حالا به تیم‌های دیگه، مثلا به تیم‌های پایتخت مثل استقلال، مثل پرسپولیس و ایکس و ایگرگ وابسته نیستن. اینا فقط وابسته به ملوان هستن. چون من میدونم دیگه، اون زمان که خودم بودم میدیدم بازیکنایی که شاید پول شام نداشتن، نهار نداشتن بخورن، ولی از اینجا راه میافتادن، حالا پول قرض میگردن، حالا هر طوری بود میومدن آبادان، میومدن اهواز. الان اینطوریه. معذرت میخوام. الان اینطوریه. اگه واقعا بودجهشون برسه به همه شهرها میرن. یعنی ملوان تو این شهر هیچ موقع غریب نیست. آدمایی که اونقدر بچه‌شون رو دوست ندارن با ملوان هن. یعنی با ملوان زندگی میکنن، عشق ملوان هن. از پیر و زن و پیر مرد شهر گرفته تا جوان ها یه تعصب خاصی نسبت به ملوان دارن. خب از کردم، ما از کوچکی یه علاقه خاصی به فوتبال داشتیم. خب وضع زندگی هم طوری بود که برخال گفتیم که دنبال یه کاری بریم که یه ممر درآمدی باشه که ما زندگی ما بگذره. و من تنها چیزی رو که دیدم میتونم توش ترقی بکنم همین فوتبال بود، که همین بود. با علاقه بسیار رفتم دنبال فوتبال و حتی گفتم سال 50 که برای تیم ملی هم انتخاب شدم و شاید اون موقع تیم ملی هم پولی که الان میده شاید یک پنجاهمش هم نمیداد، ولی خب زندگی یه طوری بود که میتونستیم با این فوتبال زندگی خودمون و خانواده خودمون رو بچرخونیم. پس بهترین جایی که ما میتونستیم این کار رو بکنیم فوتبال بود،
و واقعا با تعصب رفتیم دنبالش. اون چیزایی رو که نمیدونستیم واقعا یاد گرفتیم. اگه کمبودی داشتیم از لحاظ فوتبال سعی میکردیم خودمون این چیز جبران بکنیم. من یادمه که سال اول که تیم ملی انتخاب شدم من سپاهی دانش بودم تو اردبیل. من حس کردم که بایستی یه مقداری از لحاظ پریدن و اینا خودم به تنهایی تمرین بکنم. اونجا تو یه انباری داشتیم که اونجا من یادمه این یه مقداری این پلاستیکینا رو بسته بودم دور تناب و آویزون کرده بودم به سخت. من هر روز صبح و بعد ظهر قبل اینکه برم اونجا تدریس بکنم می اومدم این کار انجام میدم. هر روزم نیم ساعت صبح نیم ساعت بعد ظهر، یعنی بلند می شدم به اون سر بزنم، یعنی به اون چیزی که آویزون کرده. اون موقع به این صورت حالا توبای انبای مختلف نبود که یه چیزی داشته باشه و تناب ببندی و بگشی بالا پایین بکنی، ما همون ثابت بود. من اینقدر میپریدم روز اول، من یادمه که شاید 30 سانت باقی بود که به اون برسم و اینقدر این کار رو تمرین کردم که دیگه اواخره که اونجا میومدم بلند میشدم با شونه هم مثلا اینو میزنم. یعنی اینقدر خودم کار کردم که جهش خودمو زیاد کنم، جهت توپ زدن، یعنی نقاط ضعف خودمونو خودمون حل میکردیم. شما یکی از بهترین سرزنهای تیم ملی هم شدین. توی خود ملوان با اکبر میساقیان هم تیمی بودین، فکر میکنم ایشون پرتو اوت مینداخت و شما با ضربه سر گل میزدین. بله، اکبر میساقیان هم اینجا سرباز بوده، 2 سالی بعد همینجا موند و یه چند سالی تو ملوان بود و خب ما برای این کار تمرین میکردیم. یعنی حتی ما که تمریناتی رو که میکردیم، تمرین ملوان خیلی سخت بود، چون بیشترم ما کارهای بدنسازی انجام میدادیم تا کارهای تکنیکی رو. و اون موقع هم الان مثل انزلی مثل الان نبود. اگه میرفتیم مثلا همین جایی که ما الان نشستیم همه نیزار بود یا تپه بود، ما همینجا می اومدیم تمرین. بندر انزلی مثلا این کارو انجام میکردیم به خاطر عضلانی، به خاطر قدرت بدنی ما. اگه میخوام به تاریخ گذشته ملوان شما نگاه بکنید، شاید ما بیشتر گلامون رو از دقیقه 70 به بعد زدیم. یعنی تازه اون تیمایی که مثلا یه مقدار افت میکردن ما دقیقه 70 تازه جون میگرفتیم. قدرت بدنی شما، من یادمه یه بازی داشتیم با راهن تهران که تا دقیقه 86-7 سبسب مساوی بودیم. ما از دقیقه 86 تا دقیقه 90 ست گل زدیم بهتیم. یعنی این چیز این بود که ما اشتهامون به گل زدن از دقیقه 70 به خاطر قدرت بدنیمون بیشتر میشه. چند تا گل زدین با ضربه سر وقتی اکبر میساقیان براتون اوت مینداخت؟ خب من که میزدم ایسوندرم بود، اونم برحال یه بازیکن سرزنی بود. ما فکر کنیم 10-15 تا گل اگه باشه یادم باشه خوب به خاطر توبایی رو که اکبر میساقیان اوت مینداخت ما زدیم گل، اونم گلای حساس. الگوی فوتبالیم خدا بیاموزه پرویز دهداری بود، چون هم اخلاق خوبی داشت هم بازیکن بسیار خوبی بود، الگوم بود. و من رفتم به آقای اوفارل گفتم آقا ما الان 6-7 بازیکن داریم اینجا که همان بازیکن تیم صاحب نام تهرانن، من یه بازیکن شهرستانی هم، اگه چیزه من برم دنبال کارم برم، یعنی تو انزلی باشم هم بتونم به فوتبالم برسم هم به کارم. به من گفت که اگه میخوای بری برو، من هیچ مشکلی ندارم، ولی من یه مربی هستم که حقو به حقدار میدم. یعنی هیچ بازیکن مثلا شما با مظلومی ایران پاک اینا، چون اونا از تو این مقدار سنشون بالاتره، برای من فرق نداره، چون من کار اون بازیکن در زمین میبینم و من کار تو رو دیدم. اگه میخوای بمونی من مطمئنم که عقلتون میگیره. بالاخره ما دیدیم اینطوری موندیم.
موندیم و یادمه که ما بین سه تا بازیکن با انتقام میشدیم. من بودم، مرحوم مظلومی بود و بود آقای ایرانپاخت. بعد اومدن روزی که بخواستن انتخاب بکنن، اومد همینطوری پیش بچه همه نشسته بودیم، گفت آقا کاندید اولم غفورجانه. بعد بین مظلومی ایرانپاک، ایرانپاک رو بخاطر سنش بالا تو بود خرج دادم و مظلومی نگه داشتم. یعنی من اگه به تیم ملی اومدم بازیکن فیکس شدم یا بازیکنی که موندم، زحمت کشیدم. یعنی من خدا شاهده، من اینقدر در این زمین میدویدم که شبا میومدم خونه یا اردو بودم، شام نمیتونستم بخورم، چون دوست داشتم که حقم از این فوتبال بگیرم. ما خدمتتون عرض بکنیم، ما در اونجا که اونجا 1978 از آسیا و اقیانوسیه یه تیم میومد که خوشبختانه ما اومدیم و سرگروه شدیم و قهرمان شدیم و با تیم جام جهانی آرژانتین رفتیم. و تیمای ما تیمای خوبی بودن، تیمای کره جنوبی بود، تیمای هنگ کنگ بود، تیمای کویت بود و تیم استرالیا که من در بازی مقدماتی یادم 5 تا گل زدم که آخرین گل ما هم که چیز بود، خدا بیاموزین آقای بهمنشو که میگفت گل جهانی، جام جهانی، غفور جهانی. ما برحال اون گل زدیم و قهرمان شدیم، قهرمان شدیم و رفتیم برای آرژانتین. چون آرژانتین یعنی جام جهانی رفتن برای یه بازیکن یه آرزویی بود که واقعا همه ما، همه بازیکن که زحمت کشیدن دستشون در نکنه، تلاش کردیم و رفتیم برای جام جهانی. و برای اولین بار هم رفتیم برای جام جهانی که چون اونجا یه خاطره بزرگی بود برای ما، چون بازیکنای اسم رسم دار زیاد بودن، بازیکنای خوب زیاد بودن، ما حتی تمریناتشون می رفتیم و بازی ها رو می دادیم، یه چیزایی از اونا یاد می گرفتیم و این به درد کار ما خورد. بعد جام جهانی ما اینو بدم بهتون بگن، برای اولین بار رفته بودیم جام جهانی و خوب یه خاطرمون این بود که اونجا خبرنگارا که اومدن با ما از تیم از چیز هلند اومده بودن، مصاحبه که با ما میکردن، میگفتند که آقا مثلا ایرانی ها همه پول دارن، سرمایه دارن، هر کدومشون یه چای نفت دارن، ما شنیدیم که شما و آقای مهاجرانی تو ایران 2 تا چای نفت دارین. من خندیدم، گفت چرا میخندی؟ گفتم چاه درسته، ما 2 تا چاه داریم که تو خونه مادرمونه که ازش با سطل آب میکشیم، ولی چای نفتی خبر نیست که ما ازش با طولنبه نفت بکشیم. ما داریم چای نفت. یا یه خاطره من خوبی دارم، خدا بیامرزه، محمد بوغی رو قبل روزنامه ها برای اولین بار که ما رفته بودیم عکسای ورزشی زیاد میزدن. شما باور بکنید 10 تا عکس از ما میزدن، 40-50 تا عکس از محمد بوغی میزدن و تیترشون این بود که آقا ما مثلا این 12 تا بوغ ماشین رو یه حنجره به صدا در میاره، این یه باتری 24 ولت میخواد، این آقا چطوری با حنجرش این همه بوغ رو به صدا در میاره. یعنی چهره مشهوری بود، در تمام روزنامه ها مکسر زده بودن. خب آره اون زمان برحال داورای اونا داورایی بودن که یعنی علم روز داوری رو گرفته بودن و هنوز به ایران نه. مثلا ما بازی با هلند مثلا یه پنالتی کردیم جلوی مثلا رنسین برینگ که اصلا پنالتی نبود، یا پنالتی انجام دادیم جلوی خود پرو که برخورد بود، اصلا پنالت نبود. ما اونجا 3 تا پنالتی برامون گرفتن که اون پنالتی های در باخت ما خیلی چیز داشت، ما اعتراض میکردیم و فلان، خیلی اعتراض کردیم ولی خب اعتراض ما به جایی نرسید، چون اونا قانون فوتبال رو بهتر از ما انجام میدادن. هنوز در ایران اون فول هایی رو که میگرفتن، اون خطاهایی رو که میگرفتن
اینجا 10 درجه بالاتر از اونم میکردیم این خطا رو نمیگرفتن. خب ما از این طریق داوری هم خیلی ضربه خوردیم. اون زمان تیم استرالیا که بود، استرالیا بودیم، تیم سیدنی کلاب استرالیا بود که مربیشون آقای رازیک بود. اون زمان به ما 5 میلیون دلار میدادن. اون زمان 5 میلیون تومان که بعد به ما گفتم خانواده داریم اینجا، پدر پیر مادر پیر، باید بالا سر اونا باشیم. که چقدر یادش بخیر آقای ماجنری با من گفت که آقا اینجا بمونه فلان، ما نموندیم رفت اومد. اینجا هم تیمای پرسپولیس که یاد آقای قلیچخانه بخیر، که ما میخواستیم بریم بازی های آسیایی تو عربستان، که اونجا آقای نماینده آقای مدیر باشگاه پرسپولیس اومده بود اونجا، 120 هزار تومان به ما میداد با ماهی 6 تومان که ما بریم پرسپولیس. حالا اینجا میگرفتیم 200 تومان، بعد پیشپولی نام نبود، خونه نبود، زندگی نبود. بعد حتی تیم تراکتور سازی اومد به ما گفت که مثلا مای فلان قد بهت میدیم خونه و ماشین اینا میدن. من بالاخره نرفتم و الان اشتباه کردم نرفتم. الان اشتباه میکنم، فکر میکنم اشتباه کردم، که اون موقع ما میتونستیم زندگی ما رو بهتر از این موقع بکنیم، چون پرسپولیس و استقلال 1000 رقم توش درآمد داشت، یا حتی تراکتور سازی. که بعد ما نرفتیم و بالاخره موندیم و گرچه دلم میخواست، الان ناراحتم که نرفتم، ولی خب ناراحتی سودی نداره، و اینجا موندیم. واقعا به شهر ما خدمت کردیم، به پدر و مادر ما خدمت کردیم، خدا رو شکر. الان 2 تا بچه‌ام دارم که برحال 2 تا بچه‌ام خوب هر کدوم تحصیل کردن، برای هر کدوم ما زندگی داریم. الان زندگی خودمون رو به راحتی داریم در این شهر خوب انجام میدیم. شما در کنار فوتبالتون توی دوره‌ای مثل این که بوتیک داشتین، درسته؟ بله، من بوتیک داشتم، خدمت رو از بگنم، بعد چرف فروشی داشتم، بعدش فروشگاه ورزشی داشتم، و به هر حال زندگی رو میگذروندیم. الحمدلله شد که مزاحم هیچ نامردی نشدیم، که بیا آقا با ما کمک بکنه و فلان بکن. سعی کردیم رو پای خودمون باشیم، حتی با حداقلش، که بتونیم زندگی ما رو بچرخونیم. مثل اینکه اسمش هم گذاشته بودین 88؟ 88 یادش بخیر. راجب چی بود؟ 88 جام تخت جمشید بود، بازی با پرسپولیس بود. بازیکن‌های بزرگی داشتن، خیلی بزرگ، و اون موقع هم تو تهران به هیچ تیمی باج نمیدادن، مساوی نمیکنن تا ببازن. ما دقیقه 88 یه گل به اونا زدیم، و بیاموزه مهرام شاریخی رو دفاع چپشون بود که عیس مندر یه تو بیره با من پاس داد، من پشت 18 قدم با شوت زدم محکم رفت اون سجاب. مهرام شاریخی گفت غفور این تو باید همین موقع میزدی، خب زودتر میزدی لامصب که ما بتونستیم جبران بکنیم. که بود دقیقه 88 بود اون گلمون. استقلالی ها یعنی تاجی اون زمان شروع کردن به 88 گفتن، و اون موقع فروشگاه ورزشی و اینا مثلا پیراهن 88، شورت های 88 برند شده بود دیگه. آره برند شده بود، و ما هم اسم بوتیک ما رو گذاشته بودیم 88. صحبت پایانی اگه داریم و در خدمتون هست. خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، این همه راه رو اومدید. من امیدوارم به همه پیشکسوتاتون نمرده سر بزنید. به هر حال هر کدوم از اینا درد دل دارن، به درد دلاش گوش بدین. و اینو خیلی از مردم هستن که الان جوونن، نمیشناسن مال مثل غفور جانی، مثل حسین قاسرانی، مثل عادل خانی، مثل علی شجاعی، و شما باعث بشین که اینا رو بشناسونین. واقعا اون چی که در حدش هستن و حقشونه که بر مردم شناخته بشن راهنمایی شون. دست شما در نکنه. متشکرم.